خب بسیار خوب. با سلام و درود به عزیزان، امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید و روزگار به کامتون. و منم امیدوارم که این لیست اسامی که حضور پیدا میکنم داشته باشم تا به پشتگرمی از دوستان و عزیزان در صورت راهمون رو ادامه بدیم و امیدوارم راهمون پر رهرو باشه به قول جپای سابق. در صورت برام عزیز درود بر تو و دوستانی که میان، ببخشید که امکان این که نام همه عزیزان رو ببرم ندارم، چون تصویر در صورت بخشیش ناپیداست، نام ها پیدا نیست. خب دوستان، امروز قرار این نتایج یا نتیجه این زور آزمایی بزرگی رو که به مقیاس بزرگ بین المللی آغاز شده در همه عرصه‌های جنگ ترکیبی از اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، ایدئولوژیک، هیبریدی و همه اینها در مقیاس بی سابقه در جریان هست، چیکار کنیم؟ ببینیم، بررسی کنیم و ببینیم نتایج کار به کجا رسیده و چه وضعیتی وجود اومده و اتفاقا این امکان برای ما فراهم بشه که شناخت بیشتری از هموطنان خودمون، صفبندی‌های داخلی در سطح بین المللی، صفبندی هایی که ایجاد شده، ساعت سخم این صفبندی ها، راست و دروغ این ها تا اونجا که امکان داره به اصطلاح بسنجه. در یک اقدام شگفت، آمریکا برای این که تناسب قوا رو به هم بزنه، هفتیر روی شقیقه یک سری از رهبران جهان گذاشته تا نظر اونها رو از طریق تهدید، ارعاب، تطمیع یا هر چیزی هست تغییر بده. یکی از این نمونه ها آمریکا عمران خان رو تهدید کرد، یا اطاعت کورکورانه یا برکناری یا حذف فیزیکی. نامه تهدیدآمیز از آمریکا دریافت کردن، این رو عمران خان بیان میکنه که آمریکا تهدید کرده که آمریکا تهدید کرده که دولت مرا سرنگون میکنه، زیرا من از ایجاد یا تامین پایگاه نظامی برایش در سرزمین خودم خودداری کردم. وزیر امور خارجه خواستم که با تهدید به افزایش تنش در منطقه، روابط با کشورهای دوست را به قول معروف چیکار بکنه؟ پیش ببره. ملت مسلمان ما نمیتوانه. ملت مسلمان ما نمیتوانه برده بیگانگان شود. و اگر پارلمان رأی به عزل من بدهد، من نه تنها استعفا نمیدهم، بلکه هر قدرت بیشتری با قدرت بیشتری برمیگرد، چون در معرض توطئه کشورهای بیگانه هستم. ما مقاومت میکنیم، تسلیم آنها نمیشه. به خواست خدا این توطئه را تمسا میکنه. این یک نمونه از زورگویی شگفت‌انگیزی را که اینها، دولت غرب، دولت آمریکا چیکار میکنه؟ سعی میکنه از طریق مرعوب کردن رهبرای جهان توازن قوا را به قول معروف تغییر بده و پیش ببره. که البته بحث امشب، امیدوارم که تشابهات نیروهای ستون پنجم
ایران، آمریکا و ایران و پاکستان و روسیه رو ما بتونیم یک مقایسه تطبیقی کنیم تا ببینیم که آمریکا به اصطلاح با اتکا به چه نیروهای داخلی دولت های مستقل رو سعی میکنه محبوب بکنه. برای خود من برای عجیب بود برای من که هنوز یه مقداری فکر میکردم که دولت آلمان در صورت یک قدرت بزرگ صنعتی دنیا محسوب میشه یه استقلالی از خودش داره. برای حوادث اوکراین با دلایل بسیار زیاد به من اثبات کرد که همونقدر که دولت ژاپن دست نشانده است، دولت کره جنوبی دست نشانده است، دولت آلمان هم که سابقه روشنفکری بسیار زیادی داره، کشور صنعتی است، به قول معروف بسیاری از پیشینه های فرهنگی، هنری، فلسفی داره، چقدر به سرعت شگفت‌انگیز ذلیل قول معروف نئونازی ها میشه. و برای من سخت بود باور کردنش، ولی خب باید بفهمم که تو شرایط تند حساس این اتفاقات میتونه صورت بگیره و چرخشان ناگهانی و به سرعت صورت بگیره. دولت آلمان ببین چقدر ذلیل و سرسپرده شده که با وجود میلیاردها کمک به نونازی های اوکراین، با وجود قطع کامل تجارت با روسیه به این وسیله، افزایش سرسام‌آور به قول تورم در آلمان، سفیر بی سواد گستاخ و نونازی اوکراین رئیس جمهور آلمان رو به همکاری عنکبوتی با روسیه متهم و دولت سرسپرده آلمان شهامت دهان گشودن در برابر این چرندیات نونازی های اوکراینی رو نداره. این دستای دراز شده آمریکا در اروپا رو میبینیم که به چه صورت عمل میکنه. کم از با این آدم خاران هم زبانی کردم که امپریالیسم آمریکا اولین دشمن بشریت در حال حاضر به چه اقداماتی دست میزنه. این نه به معنای دفاع از رئیس جمهور کنونی آلمانه که خود در نابودی یوگسلاوی، عراق، افغانستان در صورت بشکال گوناگون حمایت کرد. حالا با توجه به این توضیحات یه مقداری مکس بکنیم روی این که به اصطلاح اروپایی ها با آمریکایی ها چقدر تلاش کردن به این 5 هفته که روسیه رو به انزوای کامل ببرن، سعی کردن حد اکثر فشار ممکنه رو با اجماع هرچی بیشتر کشورها در این ارکستر سمفونی ناموزون مرگ که برای انداختن روسیه رو در تحت فشار اقتصادی هرچی بیشتر قرار بدن و تعداد کشورهای تحریم کننده رو ببرن بالا، ولی عملا ناموفق. 5 هفته پس از حمله روسیه به اوکراین قدرت‌های غربی هنوز نتونستن روسیه رو در سطح بین‌المللی منزوی کنن. مشاور سیاست خارجی آقای اولاف شولز، صدر اعظم آلمان فدرال، در جریان سفر به هند تلاش کرد دهلی نو رو متقاعد کنه که از همکاری با مسکو دست برد و دیگر نمایندگان کشورهای غربی هم پیش از ایشون با همین هدف به پایتخت هند سفر کرد که موفق نبود. همونطور که به چین رفته و سعی کردن که با این ذهنیت که چینی ها دنبال پول هستن یادآوری کنن که سطح تجارت با اتحادیه اروپا به بالای 400 میلیارد رسیده و اگر در حفظ این مسئله کوشا هستید باشه باید به قول معروف این ارکستر به پیوندی و فشار بر روسیه رو تشدید بکنید، ولی موفق نبود.
هند روز به روز نفت بیشتری از روسیه دریافت میکنه، به کار بر روی سیستم پرداخت مستقل از دلار آمریکا و سویفت ادامه میده. تنها 48 کشور در تحریم های غرب علیه روسیه شرکت دارن و منصور المزروقی کارشناس سیاست خارجی عربستان سعودی تایید میکنه که مطمئنن هیچ تفاوتی بین جنگ های ایالات متحده در سال 2003 علیه عراق علیه اوکراین در روسیه نیست. او غرب رو به دروغی متهم میکنه، زیر پرده نازک و بدن نمای گفتمان حقوق بشر و دموکراسی میراث برهنه استعماری غرب نمایان است. تشبیه جالبی کرده و از این طریق فاصله گذاری عربستان به کشورهای دیگه هم کم و بیش عربی مثل امارات هم تقریبا با همین نگاه به سیاست های آمریکا نگاه میکنن. در صورت هند که از سالها پیش با روسیه مشارکت همکاری داره همچنان اهمیت زیادی برای روابط خودش با مسکو قائله، چون تا اونجا که من اطلاع دارم بیش از 70% ساختار نظامی تکنیکی ارتش هند سلاح روسیه. این چنین جا به جای ناممکن و غیر ضروری و به دور از منافع هندوستان است که بیاد چیکار بکنه، سرنوشت خودش رو به دست سلاحهای خودش رو به دست آمریکایی بکنه که اینا در هر لحظه که خواسته باشن میتونن چیکار کنن، حرکت رو متوقف کنن. همونطور که با کشورهایی که سلاح آمریکایی دریافت کردن تو شرایط سخت و استثنایی پشت اونا رو خالی کرد. هم تا به امروز از این حمله در ارگانهای سازمان ملل دفاع نکرد، اما همواره از محکوم ساختن روسیه هم خودداری کرد. در حال حاضر 13 میلیون بشکه نفت از طرف روسیه به هندوستان ارسال میشه، تقریبا به اندازه کل سال 2021. یعنی این رو میبینیم دهلی نو با به دلیل ادامه همکاری با مسکو تحت فشار شدید قدرت های غربی بوده، اما تا کنون توانسته با موفقیت این موضوع رو پشت سر بذاره. در همین حال افزایش فشار از سوی غرب واکنش های غیر منتظری رو در دهلی برانگیخته. در 22 مارس سفیر هند در مسکو در نشستی با همتایان خودش از برزیل، چین، آفریقای جنوبی و روسیه آقای لاورو شرکت کرد و این یعنی زنگ خطر بسیار بالا به دلار است، به پیشمونی دلار است، چون این پنج کشور بریکس هستند که به اصطلاح مدت هاست که روی مدلی از ارز کار میکنن که جایگزین جانشین دلار بشه در مناسبات بیمابین خودشون. با توجه به اینها میبینیم که اقدامات داره سریع میشه، این که این اتفاقات داره تسریع میشه که ما شاهدش باشیم. بسرا تمکین نمی کنن. یعنی دیگه این نشون میده دوران مرعوب کردن کشورها حتی تمام اتحادیه اروپا، ناتو و علاوه بر ناتو به قول معروف استرالیا و ژاپن و کره و اینا هم بهش اضافه بکنیم باعث مرعوب کردن کشورها دیگه نمیشه. در همین رابطه در آفریقای جنوبی شاهدش هستیم که گازپروم در حال مذاکره برای یک قرارداد چند میلیارد دلاری گازی است. ترکیه به عنوان یک مرکز انتقال مسافر یا حمل و نقل کالای بازرگانی به روسیه فعاله. علاوه بر این چاوشوغلو وزیر خارجه تاکید کرده که اولیگارکای روس در انجام تجارت در ترکیه آزاد هستند که اینا مساوی پلی بین ترکیه و روسیه یا برای شکستن تحریما ازشون استفاده میشه، همونطور که در بحران 2014 این نقش رو بازی کردن و این اولیگارکا اون موقع در اسرائیل بودن و پل بسیار مهمی بودن برای اینکه تحریم های اون دوره رو بشکنن.
و علاوه بر اون در مورد امارات متحده عربی هم صدق امارات و عربستان سعودی همچنان از تسلیم شدن در برابر فشارهای غرب برای افزایش تولید نفت بیش از آن چی که دیده است به اصطلاح جایگزین نفت و گاز روسیه بشن خودداری کردن و اوپک پالاس رو همون تصمیم قبلی خودشون که ایستاده بودن ایستادن و اضافه تولیدی رو وارد بود نکردن که آمریکا مجبور شد در همین دیروز چکار بکنم به اصطلاح ذخایر استراتژیکش رو باز کنه که از بالا رفتن قیمت های نفت جلوگیری بکنه. در صورت با توجه به این توضیحات متوجه میشیم که خلاصه چی میگن نه اون اهدافی رو که آمریکا دنبال میکرد که در کوتاه مدت به اصطلاح در کوتاه مدت روسیه رو به زانو در بیاره نه تنها موفق نشد بلکه نتایج معکوس هم به دست آورده. تا کنون حداقل پیامدهای این تحریم ها مثل بومرانگ سلاح باستانی به خود غرب برگشته و مطالب زیادی رو برای غرب وجود آورده و متناسب با این مطلب جنگ روانی را هم به شدت تشدید کرد. روسیه مسئول قتل عام بوچا معرفی شده، صحنه سازی که مشترکاً اوکراین و رسانه‌های غربی انجام دادن، همون کارهای کثیفی رو که کلا سفیدهای انگلیسی مایزکسی در سوریه کردن، همون کارها رو در رابطه با تصرف کویت کردن که سربازای عراق رو نشون میداد به طرز وحشیانه کودکان رو از توی این سی سی او میگیرن میندازن زمین و فلان. در همین جا هم دارن این بازی رو میکنن. وزارت دفاع روسیه قتل عام بوچا رو افشا کرد و اتهامات رو رد کرد. 13 آوریل 2002 ساعت 17:23 وزارت دفاع روسیه اتهامات مربوطه رو رد کرد. فیلم های ویدئویی وزارت دفاع اوکراین تصاویر از اجساد متعددی رو نشون میده که در کنار جاده در حومه کیف در بوچا افتاده. دست برخی از اونها از پشت بسته شده. بر اساس گزارش رسانه های غربی بیش از 10 نفر کشته شده. سیاستمداران غربی اتفاق از روسیه رو به جنایت جنگی متهم کرد. جالب اینجاست و من شخصا که با اصلا جنگ مخالفم و کلن جنگ ها را زیاد چیز نمیپذیرم، ولی برای من عجیبه اینا در عراق 500 هزار کودک رو قتل عام کرد با زجکش، با گرسنگی دادن، با بکار بردن اورانیوم تولید شده دی او، با تمام اینها. بعد اینها به قول معروف چیکار میکنن؟ ادعای جنایتکار جنگی به دیگران نسبت دادن. برای هر انسان شگفت انگیزه. یا کودکان یمنی الان بیخ گوش مونه، یا در سوریه چه جنایت هایی که کردن. خب طبق من نوشته های خودشون وقتی سربازای عراقی از کویت برمیگشتن با پرچم سفیدم برمیگشتن، 30,000 سرباز عراقی برخلاف تمام کنوانسیون های بین المللی جنگ، حتی برخلاف قانون اساسی آمریکا، تا جاده بغداد کویت به بغداد به بصره به ما رگبار بستن، هواپیما، توپخانه، موشک، 30,000 نفر قتل عام کرد. تمام قوانین جنگ رو زیر پا گذاشتن. حالا چین موجوداتی برای من ادعای عجیب و غریب میکنه. در صورت وزارت دفاع روسیه اکنون در مورد ادعای اظهار نظر در این مورد صحبت کرده. بیانیه در بیانیه سازمان آمده که همه عکس ها و ویدیوهای منتشر شده توسط کیف مبنی بر جنایت ادعای سربازان روسی در شهر بوجا در منطقه کیف یک صحنه سازی تحریک‌آمیز زشت بیش نیست. که خود اینا اینجوری است که توی اونجا سربازای روس رفتن
بیش از 400 تن مواد غذایی به اهالی دادن و اینا سعی کردن که روستا را مخوف جلوه بدن، تصویرات عکس گذاشته و یه سری همکاری کردن با اونجا و اینا که برگشتن اون کسانی که با روسا همکاری کردن برای مدیریت اون منطقه گرفتن، دستاشون از پشت بستن، قتل عامشون کردن و اینا به حساب روسا انداختن. و یا در جای دیگه دقیقا همچون شیوه را اتخاذ کردن، همونطور که روز روشن در پارلمان اوکراین دیدیم که هر کس دفاع از روسیه یا دفاع از دوستی با روسیه کرد تو پارلمان کتکش زدن، از رهبر حزب کمونیست گرفته تا 11 حزب که طرفدار این بودن خلص چیز کردن، غیر قانونی اعلام کردن و الاخر. نمیخوام زیاد روی این مسئله مکس طولانی بکنم، از رفیق گرامی جناب فرهاد عزیز خلاصه میخوام دیدگاهشون رو هم در رابطه با این مطلب بدونم و این که کلن میتونیم الان ادعا کنیم جهانیگرایی نولیبرال به پایان رسیده و این واکنشی که اینجوری نشون میدن مثلا پایگاه اجتماعی این جریانات رسوا شده در کشور روسیه، در ایران، در پاکستان، در هر جا که ما میبینیم با این همچون چیزهای مشابه وجود داره. این وجه اشتراک اینا چی هست و کلا نسبت به این پدیدهایی که میبینیم آیا بی تفاوتی یا بی طرفی میتونه، به قول عمران خان میگفت در این شرایط بی طرفی و بی تفاوتی کمک به شر، کمک به اهریمنه، کمک به اینا. حالا یه عده هم با پرچم بی طرفی ظاهرا میان ولی در خدمت شر قرار گرفتن. درست در خدمتون هستم فرهاد خان، جناب فرهاد را معرفی کنم از دوستان قدیمی و از با یک تیزبینی خاصی که در ایشون سراغ دارم، یه عقل مستقل داره، هیچ وجه تحت تاثیر این پاراپاگاند و تبلیغات و جنگ روانی قرار نمیگیره، در اینکه هم ذهن تحلیلگر داره هم پدیده ها رو تاریخا میشناسه، یعنی به خوبی میدونه که حوادث اوکراین 22 مارس فلان 2022 شروع نشده، تاریخ اوکراین رو من فکر کنم از 300 سال پیش مسلط روش، یا تاریخ تمام مطالب رو خوب میشناسه و هم داری فریب این بازی ها نمیشه کرد. در طول بحث میشکافیم، در خدمت هستیم فراخان، ببینیم که چگونه مسائل رو شما میبینیم. با سلام خدمت آقای رئیس عزیز، خدمت رو عرض کنم که اول باید سوزی کنم خاطر تحقیرشون اینترنت ایران احتمالا صدا دیرتر رسیده خدمتون. دوم این که جام رو رسیم هم مثلا اجازه به یک راجعه به گلوبالیزم گلوبالیزیشن بکنم، یعنی جمع سوزی و یه اینشون بودم اون فاکتورهایی که توی کشور جهانی سازی یعنی یک پروژه جهانی شدن و جهان متفاوت. حضرت خواهد
جهانی سازی پروژه‌ایه که یک عده سرمایه‌دار بزرگ، سرمایه‌دار خصوصا مثلا خود آقای راکفلر خودش در یه متنی شکایت می‌کنه که گناه من اینه که می‌خواستم حکومت جهانی بود. یک عده بانکدار مثلا یک شرکت بزرگ این یک پروژه‌ایه که میخوان اجرا بکنه. این پروژه رو از طریق افراد مثل آقای جورج سوروس و نهادهای خاصی مثل بانک‌ها فقط بگه از پرویز عزیز میخوام که الان تو موقع صحبت زیاد با چیز بازی نکنه، همینطور که هست بذار باشه دیگه. خیلی ممنون میشه. بفرمایید. میگفتم خدمتتون، یعنی از کودتای شیلی شروع شد با پینوشه روند شیلی به شکل آزمایشی بچه های شیکاگو اجرا کردن، بعد خانم تاچر پایگان سر با این نئولیبرالیسم که یه سری مؤلفه داره شروع کردن اجرا کردن. و این نئولیبرالیسم نه تنها تو خود این کشور اجرا شد، بلکه این روند نئولیبرالیسم هم همزمان اجرا شد که این روند رو شما توی ساخت به اصطلاح یک سری نهادهای رسانه‌ای مثلا روزنامه‌نگاران کشور پروژه دموکراسی اینا به کار می‌گیرن، از به اصطلاح تجربه علمی خودشون توی روانشناسی اجتماعی و کاربردهایی که توی بازار داشته استفاده می‌کنن. بعد میان و نهادهای مثل بانک‌ها رو در کنترل خودشون می‌گیرن و اون ارز جهانی دلار که نقش خیلی زیادی به تجارت جهانی داره و توی هم دست شده با اما یه اشاره تو خاطر دیگه شون نقش کشورهای عموما خاورمیانه بوده، یعنی پشتوانه دلاری که در دنیا منتشر میشه نفت کشور خاورمیانه بوده میان و با این بمب ها و بیجه یک طبقه خاص توی این کشورها شکل میگیره و مربوط به وضعیت جهانی شدن، یعنی تکنولوژی های ارتباطی مثل اینترنت، تکنولوژی انتقال ارزش مثل مثلا کارت های بانکی، فروش املاک از یک کشور به کشور دیگه. این تکنولوژی که دائما انجام کنه خاصی رو توی کشورها شکل میده که این طبقه ها حامی ایدئولوژی که این جهانی سازی نئولیبرال هست. این طبقه ها میتونن توی دانشگاه ها شروع شده باشن به این درمی که مدارک غربی که دانشگاه دانشگاه غربی مدارکیه که به زمه همه دنیا بسیار اوله، بنابراین با دوباره یا به یه زبون مؤدبانه تر بگم با پرورش اساتید و فرستادنشون به دانشگاه های و کشورهای مقصد اینا میان نهاد دانشگاه کنترل میکنن، از طریق کنترل نهاد دانشگاه یک طبقه انگلی، یعنی این طبقه کارش اینه که با فساد شروع کنه و انباشت ثروت و این ثروت رو منتقل میکنه و هم کشورهای غربی اونجا سرمایه‌گذاری میکنه با این یه تیش رو میزنن، یعنی از یک طرف خصوصا توی کشورهایی که انرژی سازه میکنن یا مواد خام سازه میکنن و اینکه انباشت توی این کشورها وسیله همون مکانیزم دلار برمیگرده. به عنوان مثال اگر بخوام خیلی ساده خدمت شما عرض کنم، اگر ما یه بشکه نفت بفروشیم و یه دلار بگیریم، ما یه دلار رو میتونیم چارت بسازیم، اینکه یه دلار رو میگردیم توی بانک. اما این کار رو عموما توی کشورهای جهان سوم این کار رو میکنن، ترجیح میدن یه دلار رو میگردن توی بانک و به محض اینکه یه دلار اومد توی بانک
کسایی که توی کشور ما انباش میکنن، حالا از طریق حالا از فساد طریق فساد یا از هر طریق دیگه، یا فرصت های نوبش، فرصت های سوداگری، مثلا بالا رفتن به نفع فرار، بالا رفتن قیمت مسکن، انباش میکنن، این پول رو تقاضا براش درست میکنن، دلار رو برمیگردن به اون کشورهای مخزن. اگر شما یه نگاه بکنید حاصل جمعش این بشه که هم ما یه بشه نفتمون رو دادیم نفتمون رو دادیم و همون یه دلار رو برگشتیم، یعنی چیزی که ما نایمده رفته و این تبرع به شکل سیستماتیک شکل میره و توی سیاست هم آدم های خودشون دارن. توی مجلس راجع به پاکستان که شما داشتی صحبت میکرد، مثلا شما داری توقع میکرد کشورهای قربی بود، خصوصا توی روسیه، توی کشور خودمون، و اینها عموما از سیاست های کشورهای قربی حمایت. ما این دو تا نکته رو من اشاره بکنم به رئیسی، یکی مسئله گلوبالیزیشن یا جهان کردن، جهان سازی من جهان کردن، و یکی هم مسئله خود غرب. این دوتا درست دوتا درست دوتا مفهوم جدا دارن، ولی چون غرب و اون کسی به اصطلاح هویتی که اجرا میکنه غربه خوبه، خود دارم بپردازیم ویژگی های ذاتی داره، اصلا تو غربی نجات پرستی یه امر علاقه است، یعنی اینکه انسان رو دو گونه انسان میکنه، هومن و سیمان بربر. آقای کریس جانسون چند بار این کلمه بربری رو تکرار کرد، تأکید کرد، یعنی اونا خودشون رو آدم های متمدن میکنن و دیگران رو غیر متمدن میکنن، و این واقعیت هست از اصولهاشون رو تا امروز هست که جریان استعمار آمریکا بود، حضورشون تو کشورهای خاورمیانه، درست کردن کلونی تو کشورهای که وارد میشن، همه نشون میده که اینا خودشون رو تافته جدا اون واکنش که ما امروز از هندوستان، پاکستان و کشورهای دیگه داریم میبینیم، دقیقا واکنش به همین ماهیت نژاد پرست غربی، یعنی این ماهیت که خودش رو تافته میتونه و بافته میتونه، و اون ویژگی‌های ظاهری که داره براش ارزش خاصی داره، ولی ما توی حمله به اصطلاح جنگ اوکراین هم مشاهده کردیم که چجوری از چشمومی رو تعریف کردن اگر دقت کرده باشیم. خب اینا از این ابزار رسانه ها، یعنی روزنامه‌نگارا طبقه انگلی که انباش میکنه توی کشورها و اون منتقل میکنه و همیشه هم از سیاست غربی حمایت میکنه، که میتونه توی سیاست هم آدم های خودش رو داشته باشه، توی مجلس، توی دولت ها، حزب خودش رو داشته باشه، خصوصا توی ایران عموماً اصلاح‌طلبان ما نماینده این بخش از جامعه ما، که از یه طبقه متوسط شروع میشه تا طبقه بالا میره و عموما از نئولیبرالیسم دفاع میکنن، از آزادی انتقال ثروت دفاع میکنن، و هیچ تدبیری هم برای توسعه ایران ندارن. اگر ما اینها رو یک جمع‌بندی بخوایم بکنیم، میتونیم به یک نتیجه برسیم. توی روسیه چه اتفاقی افتاد؟ اول اینکه کشور غربی، این گرانکه پرانتز هم من باز بکنم، کشور غربی حالا با رسانه هاشون نشون بده که روسیه یک امپریالیسم جدید این تو حوزه اندیشه یاسی، کتاب هایی که منتشر میکنن خیلی هم سریع منتشر میشه، مثلا آقای تاراسکوزی و پیکسر مسائل اوکراین میاد سریع یک کتاب تاراسکوزی یک کتاب منتشر هست من نیست بگم داره توسعه طلبی میکنه، ولی ببینید این از اندیشهش خیلی ضعیفه جناب رئیسی، این در اینکه کشوری شروع به توسعه طلبی میکنه یا یک موجودیت سیاسی شروع به توسعه طلبی میکنه که یک سری ویژگی‌هایی رو داشته باشه، مثلا ما توسعه طلبی اروپای قرون وسطا رو داریم، به این علت که زمین ها تموم شده، تمام اون زمین های کشاورزی اشباع شده، یعنی همه اونا رو گرفتن دوک ها، کنت ها، پادشاه ها، اونا تمام زمین ها رو گرفتن، جمعیت به شدت زیاد شده و این جمعیت حالا راهی نداره و میاد با جنگ‌های صلیبی رو راه میده، یا کشورهایی که مهاجمن مثلا آلمان نازی، شما می‌بینید یک جمعیت خیلی بیکاری هست که صنعت و خدمات آلمان پاسخگوی
این جوانان مثلا که ویژگی های جامعه شناختی روسیه اصلا اینگونه نیست، یعنی روسیه سرزمینیه که روش جمعیت خیلی پایینی داره و حتی تا چند سال پیش منفی بود و حالا با یک سری سیاست های درستی که آقای پوتین گذاشته این روش جمعیت یک کم بهتر شده، ولی این رشد جمعیت به اون اندازه ای نیست که کشور بخواد توسعه طلبی ارزی داشته باشه. شما الان اکثر روستاهای روسیه خالی شدن از سکنه و عموما دارن مردم به مناطق شهری میان، یعنی اون وسعت عظیمی که حالا روسیه داره خودش خالی از سکنه است. بنابراین این بحث که نیو امپریالیسم جدیدی شکل گرفته اصلا بحثی نیست که بشه روش حساب کرد. اما از که به اصطلاح قدیه یه طبقات انگلی رو داره توی کشورهای دیگه و این میخواد دانا خودش رو گسترش بده، سمت روسیه میره و سیاستمدارای اروپایی و غربی بارها گفتن روسیه کشور خیلی بزرگیه، حتی به آقای بوریس یلسین علنی گفته بودن کشورش یلسین درخواست کرده بود بیاد توی اتحادیه اروپا، بهش گفتن کشور شما خیلی بزرگه، یعنی تلویحا یعنی شما اگر 5 تا کشور بشید اون موقع ما میتونیم جذبتون بکنیم، یعنی با اندازه کشورها مشکل داشت. شما خلیج فارس و دریای عمان و سواحل شمالی مال شما سه کشورتون هنوز بزرگ نکرده، طرحهایی هم برای ما دارن که حالا اون توی بحث دیگه بشه اشاره کنم. این یه جور شباهتیه که بین دو تا کشور یعنی ایران و روسیه توی یک به اصطلاح مقوله مقاومت در برابر جهانی کردن نئولیبرالیسم وجود داره، یعنی هر دو کشور دارن در برابر مقاومت میکنن. این دیگه به نوع حکومت هم بستگی نداره، هر حکومتی که دنبال منافع ملیش باشه جلوی این جهانی میکنه، برای اینکه این نوع این جهانی کردن بر مبنای اقتصاد سیاسی جهان به این شکلی که اونا میخوان مدیران و سرمایه یا اون کارنسی یا ارزی که ارزش توش انباشته میشه متمرکز بشه توی کشورهای انگلوساکسون مثل انگلستان، آمریکا، استرالیا و اونجا بشه بالا شهر رویا و بعد تولیدش داشته از تولید نداشته باشن، یعنی همونطوری که بارها خودتون هم جناب رئیسی اشاره کردید نئولیبرالیسم یکی از خواستهاش مقرر دستمزد نداره، اینه که کارگر هر جا که باشه حالا تو ایران باشه ازار مختلف و بعد یک بالا شهری درست بشه، یک کارخونه درست بشه، یک معذرت بخوام زباله‌دانی هم درست بشه که حالا توش هم شلوغ پلوغ باشه که اینا خیلی راحت بیان بتونن کارت بکنن. بنابراین این کشورها جلوی این نوع جهانی کردن در واقع مقاومت میکنن و اینجا ما میبینیم هم روسیه مقاومت کرده هم ایران مقاومت کرده، این آقای پوتین سعی کرده که مقاومت بکنه جلوی یک جریانی، یعنی این برعکس اون چیزیه که توی محافل غربی از توسعه طلبی روسیه صحبت میشه، چون هیچ کدوم از فاکتورهاش رو نداره روسیه که بخواد بعد توسعه طلبی ارزی داشته باشه. خب علمای خودشون هم که توی روابط بین الملل از قدیم میگفتن، آقای کیسینجر که به اصطلاح واقع‌گرایی تاریخیه، آقای برژینسکی واقع‌گرایی تاریخیه، مکتب واقع‌گرایی تاریخیه، آقای جان مرشایمر که واقع‌گرای تهاجمیه، اینا همه خودشون میگفتن که اگر دنبال صلح جهانی هستید وارد اوکراین همون سنت غربی های قدیم رو به کار گرفتن، چون خیلی بحث طولانی میشه جناب رئیسی، ولی از گذشته این مسئله توی اوکراین وجود داشته، یعنی از زمانی که اوکراین میخواست شکل بگیره چند تا از استانهای اوکراین توی اتریش مجارستان بودن و اونا برای اینکه از شر این به اصطلاح استانها راحت باشن و خطری براشون نداشته باشه اینا رو تربیت کردن و بهشون گفتن شما تمام اوکراین مال شماست، راستش که اینا 10% مردم اوکراین هم نبود و تو کوههای کارپات رو میتونید برید بگید و این حالا لیووفه به قول لهستانی ها یا لویوه یا اون موقع اگر بخوام اسم کوهنش رو به کار برین گالیسیاس یا بولونیاس، این استانهایی که توی غرب اوکراینه اینها توی امپراتوری اتریش مجارستان مدرن شدن، دولت ملت سازی اونجا توشون صورت گرفت، ولی 85% مردم اوکراین خصوصا اطراف رود دنیپرو
دنیپر اینها با روسیه ملت سازی کردن. از هر به اصطلاح دوره تاریخی ما دو تا شخصیت داریم. مثلا یکی از هویت‌هایی که توی اوکراین شکل گرفته هویت قزاق هست. حالا قزاق میگن اونا. ولی فکر می‌کنم واژه قزاق ترجمه خوبی باشه که آقای نمی‌دونم مترجم دون آرام آقای بهازی اسمش بهازین و همون قزاق فکر می‌کنم ترجمه خوبی باشه چون به اصطلاح پارامترهای فرهنگی آسیایی‌ها رو گرفتن. قزاق‌ها که شکل گرفتن شما یه دونه آقای خمنلیتسکی رو داشتید که قهرمان قزاق هاست که مبارزه میکنه با لیتوانیایی و لهستانی‌ها و میاد کیف رو میگیره و تو پریسلاوا در صورت با روسیه متحد میشه چون همین قزاق ها به اسم مازپا میاد و اول تو گرفتن دریای آزوف با روسیه متحده ولی وقتی که میبینید به سوئد میخواد بیاد و زورش هم بیشتره و اروپایی ها هم دارن ازش دفاع میکنن میاد به رسلا روسیه خیانت میکنه و میره پشت 412 و میاد توی نورد پورتاوا و از پس شکست میکنه و فرار میکنه و میره توی عثمانی و بعد میره. یعنی شما الان میبینید امروز هم وقتی که میخوان تاریخ اوکراین رو توی غرب اوکراین حالا که دست غربی ها افتاده اوکراین شهر بدن نمیان از خمرنیتسکی بگن که اوکراین رو آزاد کرده، میان از مازپا تعریف میکنن، به همین نسبت میان از استپان باندرا تعریف میکنن. حالا استپان باندرایی که هم سنتی که خدمتتون عرض کردم توی اتریش مجارستان بود شکل گرفت زمانی که دوباره لهستان به وجود اومد بعد از بین دو تا جنگ جهانی اول و دوم که لهستان شکل گرفت دوباره اینا اومدن توی لهستان شروع کردن آدم کشتن جنایت کردن و همین ادامه داشت زمانی که نازی‌ها اومدن باشون همکاری کردن چه جنایت‌های بزرگی علیه خود یهودی‌ها کردن و این روند همینطور تو اوکراین ادامه داشت و کانادایی‌ها زمانی که اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت یعنی بعد از جنگ جهانی دوم دولت در تبعید درست کرده بودن برای اوکراین، رئیس جمهور داشت، رئیس جمهورش تا سال 1991 همون چند تا رئیس جمهور عوض شد و بعد 1991 اومد با آقای فکر میکنم کراچوک با آقای کراچوک این چون شما رأی آوردید بفرمایید اصطلاح اینم اتوریته من در خدمت شما. یعنی اینا از همون موقع توی کانادا دولت هم درست کرده بودن، یعنی باقی مونده های جریان استپان باندرا توی کانادا بودن و این یه روند تاریخی بود که تا امروز رسیده. یعنی اگر 2014 آمریکایی‌ها میان، خانم نولند میاد، ویکتوریا نولند میاد، اینا رو سازماندهی میکنه، البته اینا این ظرفیت هایی که امروز دارن نداشتن و این ظرفیت ها رو از طریق مکانیزم های پوشویی برای اینا ایجاد کرد. جناب فراد عزیز صدای من رو اگه داری در صورت بس بگر به چیز بره جو با هم پیش بریم مثل که صدای من رو داری ظرفیت صدای من رو داری لطف کنی در صورت گوش به زنگ باشی چون در صورت کما بیش این تاریخچه شکلی مطالب رو بیان کردم. فقط صحبتی که الان شگفت‌انگیز برای همه تغییر شدید به اصطلاح نیروهای غربی هست که تا دیروز زیر ماسک به قول معروف خیلی دموکرات آزادی خواه با اهل تلرانس و اهل مذاکره و مدارا و احترام به اندیشه دیگران و اینجدا پنهان کردن، ولی شگفت‌انگیز برای من که این اتفاقات رو توی آلمان توی اروپا دارم میبینم. به عنوان مثال اینا فقط به پوتین در نیفتادن، با تمام هنرمندان روس، با نویسنده ها، با تمام فرهنگسازان روس. به عنوان مثال سمفونی معروف لنینگراد مال شوستاکوویچ این نقطه عطف در جنگ جهانی دوم بوده و شناخته شده است. یک سالن کنسرت در برلین، کنسرت هاوس بهش میگن، در ماه جاری برنامه خودش رو تغییر میده.
سمفونی لنینگراد مال سمفونی هفت شوستاکوویچ معروفه که نماد مقاومت در مقابل فاشیست. تا اونجا که من اطلاع دارم به طرز به اصطلاح وحشتناکی این سمفونی درست شد. من رفتم لنینگراد و اونجا در یک کشتی به خاک افتاده این سمفونی اجرا شد با کمترین اعضای مجری، یعنی کسان نوازنده ها و خود شوستاکوویچ از گرسنگی در تابستون هم می لرزیدن، یعنی اینقدر وزن بدنشون در گداخون بود که در عرض کوتاه مدت هم جهانی شد. بلافاصله این سمفونی در نیویورک هال آمریکا بعد لندن همه به سرعت جهانی شد، اصلا نماد جنگ جهانی دوم شد، نماد مقاومت در مقابل فاشیست. قرار بود که روز 25 مارس 5 فروردین در برلین اجرا بشه. رهبر ارکستر به حد میدونه که شوستاکوویچ سمفونی شماره 7 خودش رو به مردم مقاوم شهر لنینگراد تقدیم کرده. 999 روز این شهر در محاصره بوده، 1,000,000 کشته داده. من گورستان اونجا رفتم و همه وحشتناک انسانو میگیره. سمفونی شوپن، سمفونی مرگ شوپن دائما پخش میشه و توی ورودی اونجا یادداشت‌های یه دختر 9 ساله است که این یادداشت‌ها به عنوان مدرک جنایت علیه فاشیست در دادگاه نورنبرگ این یادداشت‌های روزانه‌ش رو چیز می‌کنه، می‌برن که زنجی که این دختر 9 ساله کشیده پدر مادرش چگونه از دست داده. حالا کاری ندارم، اینا هم در سال 1941 یعنی نزدیک به آقای گورینگ سرفرمانده نازی ها طرح این که 30,000,000 نفر را با گرسنگی بکشه با بمباران تمام تاسیسات سیلوها تغذیه چیزهای غذایی و اینها این پدیده رو دنبال کرد. حالا کاری ندارم، روی مسئله چیز میکنم و شگفت انگیزه که اینا انگاری حافظه تاریخی هم ندارن. بسیاری از مطالب رو که میشه به اصطلاح چیز کرد، حالا نه تنها این سمفونی، نه تنها به قول معروف بسیاری از آثار جنگ جهانی دوم و همینطور لیتوانی تمام دیروز تمام آثار رو نابود کرد، تو لهستان تمام نمادها رو نابود میکنه، تو آلمان همینجا زیپسینتیونی به قول معروف نزدیک دروازه براندنبورگ اون نمادها هست، اومده بودن اینا رو هم تخریب بکنن که الان این مقداری سخته دیگه، اینقدر بدنامی به وجود آوردن. حالا این سفیر روسی چیز سفیر اوکراین در آلمان عملا به نظر من فرمان روای اصلی آلمان شد، یعنی این است که دیکته میکنه به رئیس جمهور، به صدر اعظم، به وزیر خارجه، یعنی کاملا اینا رو آدم میتونه ببینه که چه اتفاقاتی میفته. و اتفاقا حالا در رابطه با این مطالب اگر من بخوام مکس بکنم، اصلا خود سرگذشت پوتین اصلا در خود روزنامه معروف آلمان سال 2000 چند بود 2014 بود چیز میکنه نوشته شده، الان چجوری روشون میشه این حرفا رو پس بگیرن که چه وحشتناک بوده سرنوشت این خانواده در جنگ جهانی دوم، چگونه مادرش از گرسنگی تو وضعیتی قرار میگیره که به عنوان مرده دارن میبرن خاکش کنن، پدرش جز نیروهای پارتیزانیه بسیار زخمی است، میرسه و دست میذاره روی این، میبینه که نمرده هنوز بود، نفس میکشه یا گرم هنوز، خلاصه تمام چیز میکنه و این رو نجات میده تا از مرگ نجات میده. مادرش هم سال تا سال 98 زنده بوده و اینها الان اینجور آدم ها رو
برای من عجیبه که چجوری نه تمام تاریخ رو اینوری میکنن، شستشو میدن و از جنایتکارا و از فاشیستا و نوفاشیستا چیز میکنن، به اصطلاح شخصیت سازی میکنن و برای من واقعا عجیبه. این تغییرات به عنوان مخشویی، به نظر من یکی از بزرگترین مخشویی های تاریخ رو میتونم ازش یاد بکنم. تو تاریخ بی سابقه هست که چگونه در کوتاه مدت اینا میتونن چیکار بکنن، ذهنیت ها رو شستشو بدن. و اتفاقا تو صحبتات هم هست این ذهنیت های شستشو شده توسط این نظریه ها و تئوری ها باعث میشه یک الیتی به وجود بیاد توی کشورها که چی هست، در دانشگاه ها مسلط شد، بر اقتصاددان ها مشلط، یعنی ذهنیت اقتصادی هست، چجوری شخصیت ها تویی میشه، هویت ها از بین میره و در نجه هویتی که به اینا ساختن با تعصب از این دفاع میکنن و اینا هم زیر پوشش مذهب بعضی وقت صورت میگیره، بعضی وقت زیر پوشش ملیگرایی و ناسیونالیست صورت میگیره و تمام اینها تبدیل به یک مجموعه میشه که کاملا مشخصه. فرار سرمایه، خروج سرمایه، تو خود همین روسیه در عرض سال 91 تا 2021 بیش از 3 تریلیون دلار پول از کشور همین طبقه نوکیسه خارج کرد. یک نیروی طبقه متوسطی هم درست کردن برای خودشون که این نیرو مصرف کننده بسیار بسیار به شکل بیمارگونه، هر چقدر به جان ما هم نزدیکتر میشه شکل افراطی تری به خودش میگیره، از لحاظ پوشش، لباس، آرایش و بی سوادتر هم هستن، هم در سطح دانشگاهی واقعا این بی سوادی رو کاملا میبینین، ولی به شدت هم متعصب، به شدت هم چیز هستن که هویت ملی رو نابود بکنن. حالا با توجه به اینها خب قهرماناشون و همینجا کلیچکو میشه در اوکراین، بوکسوره، او یکی مثلا فرض کن کشتی گیره، یعنی تو خود ایران هم میبینیم که بوکسورا و کشتی گیرا یک مرتبه به عنوان الیت میارده گود میشند و نماد میشند و قهرمان میشند و فلانا. این وضعیت رو کاملا میدونیم، سینماگرای مبتذل، سینما تبدیل به ابتذال میشه و کتاب نویسنده همه چی، این ابتذال بشریت رو به شدت آزار میده. خب حالا با توجه به این توضیحات اگر این امکان رو داره اقدامات قهر به عنوان مثال همین تحریم ها، آیا سیاست هایی که روسیه داره اتخاذ میکنه آغازی بر پایان سلطه دلار هست؟ آغازی بر پایانه، چون آمریکا دو تا حربه سخت داره، یکی ارتششه، بودجه نظامیش هم نزدیک به 780 میلیارد دلاره، بودجه های جنبی نظامی و امنیتیش رو نگاه بکنیم بذاریم کنار هم بالای 1 تریلیونه. خود اروپاییان همه رفتن 2% تولید ناخالص ملیشون رو به بودجه نظامی اختصاص بدن. بعد بودجه نظامی روسیه 60 میلیارده، یعنی از عربستان هم کمتر بوده دوره. و آمریکا و ناتو و هم پیمانانش بالای 1.5 تریلیون دلار است. یعنی به راحتی میشه گفت همین هفته پیش آلمان 200 میلیارد یورو اختصاص داد به چی، از خرید تسلیحات. 2% هم آن چیزایی که آقای ترامپ میگفت اینا مقاومت کردن الان همش اجرا شد. این 2% تولید ناخالص ملی رو، یعنی کاملا ما داریم یک میلیتاریسم افسار گسیخته و اینا رو توی نظامیگری میبینیم و اینا. ولی روسیه چجوری است که با 60 میلیارد دلار بودجه نظامیش اینا همه ازش وحشت دارن؟ چقدر پروپاگاند، چقدر واقعی است. یکی این
و بعد جالب اینجاست با این رشد ملیتاریسم رشد پلیسیگری هم وحشتناک، یعنی حالت چیز پیدا کردن هم مثل دوران مکارتیسم شده، یعنی دو جامعه آلمان دو جامعه اروپا کاملا، یعنی اینجا اگر به قول معروف بلافاصله متهمت میکنن تا میخوای حقایقی رو بگی به طرفداری از پوتینیسم، پوتین طرفدار، پوتین طرفدار فلان، بعد یه تصویر اولان که هم از روسا درست کردن که طرفداری از پوتین مثلا ترقی بشه اگه بخوای واقعیت ها رو بگی. این حتی در سطح الیت آلمان هم سرایت کرده، یعنی در سطح شخصیت های پارلمانی مسئولیت پارلمانی ندارن، اتهام بهشون میدن به عنوان طرفدار پوتین و یعنی جرم و جنایت دیگه. یعنی همچون وضعیتی برای من به قول معروف شگفت انگیزه، یعنی اصلا یعنی از یک طرف ملیتاریسم روش کرده به شدت، از این برم روز برود تورم داره پدر مردم حداقل آلمان رو من میدونم و تورم به قول خودشون 7-9 رسیده که داره همینطور افسار گسیخته میره بالا، حقوق هاست منجمد ثابت بخصوص حقوق بازنشسته ها منجمد، قدرت خریدشون هی میاد پایین، یعنی اگر یعنی طی این مدت کوتاه چی هست اگر 100 دلار 100 یورو پول داشتن که خرید کنن یه مرتبه 7 یورو عجیبشون پرید و همینطور داره میاد و آخر عاقبت این قضیه و اینا منتظرن روسیه بزن و در بیاد، حالا روسیه هم منتظر عواقب چیز خود اینا رو بزن و در بیاره، که البته در جاهای مختلف در اروپا این حرکت های اعتراضی و جو احساسی که دارن درست میکنن کردن برای اوکراین های مو بلند و قشنگ و گریه و زاری داره فروکش میکنه و واقعیت های تلخ داره خودشو رو زندگی مردم میبینه. آیا شما در این مورد اگر لطف کنیم در رابطه با خصوص مثل هژمونی دلار، چون این دوتا ابزار در آمریکا، یکی دو ابزار سخت افزار، یکی اقتصاده همین هژمونی دلاره، یکی هم ارتشش، ارتشش آبی آبرو شده تو خاورمیانه، یعنی اون ابهت خودش از دست داده، این به همین دارم تو اوکراین با احتیاط به اسلحه میفرست خودش نمیره جلو، یکی هم اقتصاده که هنوز با تحریم ها و تهدید ها کشورها رو مرعوب میکنه. این وضعیت رو چگونه میبینید؟ در خدمت هستم. خوش بگم جناب آقای رئیسی عزیز، من خدمت شما هستم که راجع به هژمونی دلار، خب یه بخشی از هژمونی دلار به خاطر اون نفوذیه که آمریکا توی کشورهای مختلف خصوصا تو بخش مالی داره و عموما با اون نفوذ خودش و کارشناسایی که وابسته هستن به آمریکا وقتی که مشورت میدن سعی میکنن که اون ذخیره پشتوانه پولشون به شکل اوراق ارزی آمریکا باشه و این کار رو متاسفانه توی کشور ما انجام شد و زیان خیلی زیادی هم دیدیم. ولی روس ها بعد از بحران اول اوکراین سال 2014 و بازپسگیری کریمه این کار رو نکردن، یعنی اومدن و رابطه اقتصادشون رو با دلار قطع کردن. روسیه منابع خیلی زیادی داره و تقریبا میشه گفتش که به غیر از بخش کشاورزی که حالا شما بهش اشاره کردی که میتونم حدودا میتونم بگم که بخش بزرگی از صادرات غلات دست روسیه است و این کشاورزی رو خوب روش داد آقای پوتین، مواد خام و مواد استراتژیک مثل پالادیوم توی روسیه تولید میشه یا مثل نیکل، موادی که حتی قبل از بحران اوکراین جناب رئیسی دنیا با کمبودشون روبرو بود. مثلا نیکل توی باتری کاربرد داره و این شیفتی که از اتومبیل‌های بنزین سوز به اتومبیل‌های برقی داره صورت می‌گیره، تقاضا برای باتری رو به شدت افزایش داده. ما باتری‌های نیکلی داریم و باتری‌های لیتیومی داریم. که لیتیوم هم خودش خیلی کمیابه، البته روسیه هم یکی از تولید کنندگان بزرگ لیتیومه. لیتیوم خودش خیلی کمیابه و برای باتری‌های بسیار اون قیمت و با ظرفیت مالی، اما بعضی میخوان کالاهای متوسط بخرن، مثلا اتومبیل برقی هایی که 300 کیلومتر 250 کیلومتر برد داره، باتری های نیکل باتری های خیلی با دوام و ارزونی
و میشه باش خودروهای برقی به قیمت خیلی پایین تولید کرد. این خب توی موبایل، توی دیوایس های دیگه ای که دستگاه دیگه ای که معذرت میخوام از باتری استفاده میشه به کار میره. روسیه تو این زمینه یکی از میشه گفت مهمترین کشورهاست توی دنیا. یعنی میشه گفتش که توی دو تا سه تا کشور. این اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه، این کمبودی که قبلا وجود داشت تشدید میشه. شما دیدید تو لندن بازار بورس فلزات لندن رو بستن به خاطر اینکه اصلا نیکل قیمتش خیلی بالا کردن با اون کلک‌های مالی که خودشون تجربه دارن توش اون رو چیز بکنن. بنابراین روسیه کشوری نیست که خیلی راحت میشه، یعنی اصولا تحریم روسیه خیلی دشواره. یا مسئله هوایی، من فکر نمی‌کنم اینا بتونن تحریم‌های هوایی رو بیشتر از این ادامه بدن به خاطر اینکه زیان خیلی هنگفتی متوجه شده، چون یکی از پارامترهای خیلی مهم برای اینکه یک شرکت هواپیمایی بتونه رقابت بکنه مصرف سوخته و کشور 18 میلیون کیلومتر مربعی که تقریبا میشه گفت مهمترین نقاط جمعیتی جهان بهش وصل میشن رو نمیشه خیلی راحت ایگنورش کرد یا کنارش گذاشت و گفت خب حالا ما دور میزنیم و یه طرف دیگه میریم. یعنی شرکت های هواپیمایی که از اون فضا استفاده میکنن میتونن بلیط ها رو به قیمت های خیلی پایین تر بفروشن. این شرکت هایی که تحریم کردن ورشکست میشن، تو بلند مدت ورشکست میشن. بنابراین تحریم روسیه آسون نیست، ضمن اینکه روسیه یک اقتصاد تقریبا دولتی داره. یعنی خیلی از شرکت های مهم شون نقاط حساسش رو دولت مدیریت میکنه و اتفاقا هم موفق بوده. مثلا مدیریت دولت روی دیگه روسیه بزرگترین تولید کننده گندم بشه یا روی خیلی از غلات. یعنی اینجوری نیست که نئولیبرال ها میگن حتما شرکت های دولتی خیلی بدن، خیلی ضعیف هم. این یه تبلیغ غلطه که خیلی انجام شده برای قارت حالا کشورهای دیگه به اسم خصوصی سازی که خودتون قبلا به این مسئله اشاره. یک سوالی بود که خواستم خدمتتون بگم. من فکر نمی‌کنم که بتونن از اهرام تحریم بشه که بلند مدت استفاده بکنن. جایگزین گاز روسیه قیمتش خیلی گرون تموم میشه، یعنی قیمت تموم شده LNG با قیمت تموم شده گازی که از روسیه پمپ میشه یا حتی ایران بخواد پمپ بشه، یعنی گازی که بخواد از ایران لوله کشیده بشه، هزینه تعمیر نگهداری لوله ها، ایستگاه‌های پمپاش، امنیتش و اینها قیمت تموم شده گاز رو خیلی میبره بالا تا گازی که از روسیه پمپاش بشه به اروپا. و هر کالایی، حالا خود اتومبیل باشه، لوازم خانگی باشه، هر کالایی وقتی که یه قیمت تموم شده ای داره، اون قیمت تموم شده بخش اعظمش انرژیه و دنیا هم یه دنیای رقابتیه. یعنی اینجوری نیست که امروز آلمان دارو بزنه فقط خودش بزنه، هند هم میزنه. و اینجا اون پارامتری که میاد وسط اینه که این دارو با انرژی چه قیمتی تولید شده و اون دارو با انرژی چه قیمتی تولید شده. و فناوری اونجوری که متاسفانه یه عده آدم تحصیلات کمی هم ندارن، بدون اینکه تاریخ فناوری رو توی دنیا خونده باشن و بدون اینکه توجه بکنن که تاریخ ادامه داره و ما امروز یه برهه خاصی از تاریخ هستیم، این تصور رو القا میکنن در چشمه یه که فناوری از اونجا فقط میشوشه و مثلا از جای دیگه نمیشوشه. به توی تاریخ همیشه غربی‌ها فناوری داشته، بدون اینکه حتی بتونن حتی یک کتاب تاریخ فناوری خونده باشن به یک ایمان رسیدن که فکر میکنن که الان اگر مثلا غربی‌ها شیر فناوری رو ببندن الان روسیه خوش میشه یا ایران خوش میشه یا همیشه باید فناوری مثلا اونجا تولید بشه و جای دیگه مصرف بشه، که این یک خرافاتی که متاسفانه خیلی به شکل قدرتمندی توی رسانه‌ها و توی محافل که حتی آکادمی که گسترش پیدا کرد. این یه نقطه است. بنابراین من فکر نمی‌کنم که تحریم تو بلند، خصوصا اروپا که لطمات جبران ناپذیری می‌بینه. اروپایی‌ها برتری تکنولوژیکیشون همین الان هم به چین تقریبا داشتن دیگه واگذار می‌کردن بدون این مسائلی که با روسیه دارن. یعنی خودروهای برقی که چین می‌ساخت بازار اروپا رو داشت می‌گرفت و بازار آمریکا رو هم داره می‌گیره. و می‌دونیم خب قرن آینده، این قرنی که الان توش هستیم، قرن خودروهای برقی، یعنی خودروهای برقی خیلی رشد می‌کنن و توی دنیا زیاد میشه و این یه بازار خیلی بزرگیه که توش هر کسی این رقابت رو برنده بشه میتونه انباشت خیلی زیادی بکنه.
این قسمت متاسفانه اروپایی ها حتی بر مبنای منافع ملی خودشون عمل نکردن. یعنی اون زیستبوم اروپا بر مبنای یک تحلیل ژئوپلیتیکی چاره ای نداشت که به روسیه متصل باشه. و اگر این اتصال از روسیه قطع بشه، تولیدات توی اروپا و اون جامعه‌ای که توی اروپاست شکننده میشه و ممکن با بحران‌های اقتصادی خیلی بزرگی رو بشه که متأسفانه سیاستمدارای اروپایی به این مسئله توجه نمی‌کنن. پاسخ پرسش دومتون، هژمونی دلار تقریبا میشه گفت از سال 2008 وقتی که اون به اصطلاح ستون‌های نئولیبرالی فرو ریخت، وقتی که بانک ها تقلب کردن و اشتباه کردن، اون اوباما نزدیک 5 تریلیون دلار پول چاپ کرد از هیچی و برداشت داد به جمهوری. هژمونی دلار آسیب دیده بود، یعنی چیزی نبود که مردم ازش سر در نیارن یا توی دنیا کسی ندونه که دلار چجوری داره منتشر میشه و آمریکایی سیستم به اصطلاح انتشار کارنسی یا پول آمریکا چجوری. اما به دلیل اون وابستگی که اول بحث خدمتتون عرض کردم که به اصطلاح اون تکنوکرات های کشورهای مختلف خصوصا تو بخش فاینانشیال یا مالی دارن و اینا می اومدن و دائما حتی تو کشور خود ما درآمدهاشون رو به شکل دلار ذخیره میکردن، دلار یک ارز هژمون بود و این هژمونی تقریبا میشه که از 78% تو سال حدودا 2010 رسیده بود به 59-58% تا قبل از بحران اوکراین. اما بعد از این اتفاقات که توی اوکراین افتاد، این هژمونی احتمالاً با سرعت خیلی زیادی داره فروکش میکنه. اخبار پشت سر هم داریم. یکی از اخبارها یکی از خبرها این بود که اون بازار خرید و فروش اوراق قرضه آمریکا یا اون باندهای تجاری یا اون خزانه‌داری، اون بازار با یک فروش انبوه روبرو شد و احتمالاً تو سال آینده اگر آمریکایی‌ها بخوان بخشی از بودجه‌شون رو اوراق قرضه منتشر بکنن، این اوراق قرضه ممکنه مشتری نداشته باشه و لازمه بالا کننده‌های شما، دنبال کننده‌های شما عرض کنم که بخش بزرگی بوده 40% از بودجه آمریکا با قرض و این قرض رو مثلا آقای بایدن الان 1 تریلیون دلار قرض میکنه و این قرض رو میگه من 10 سال دیگه مثلا با 10% بهره پس و این قرض رو خرید و فروش میکنم، یعنی این ورقه رو خرید و فروش میکنم، اوراق قرضه خرید و فروش میشه، بخش بزرگی از بودجه آمریکا از اینجا به دست میاد. اگر این اوراق قرضه نتونه فروش بره، ممکن دولت آمریکا شاددان هم بکنه و این به اصطلاح هجومی که برای فروش این اوراق توی بازارهای آمریکا به وجود اومده و باعث شده مؤسسات مالی معتبر مثل گلدمن ساکس و مورگان چیس بیان و به اصطلاح اخطار بدن که دلار داره نابود میشه. این بار اوله که ما همچین اخباری رو میبینیم توی دنیا، به این دلیله که این اوراق قرضه الان تقاضا برای فروشش خیلی بالا رفته، یعنی صف فروش خیلی بزرگ شده و این نشون میده که هژمونی دلار که پیش بینی میشد مثلا تا سال 2050 هم به یک نحوی ادامه پیدا بکنه، سقوطش خیلی جلو افتاد، خصوصا ابتکاری که روسیه کرد و ای کاش ما میکردیم، یعنی اینکه ما دلار رو از معاملات تجاریمون حذف بکنیم. ما اگر مثلا به هندوستان فرض بکنید که نفت میدیم و ازش برنج بخریم، لزومی نداره اینجا دلار معامله بشه. اگر ما این دلار رو بیاریم وسط معاملاتمون، اینجا دلار منتفع شده و معامله ما گرونتر هم تموم میشه، یعنی در واقع ما دو تا پول تبدیل میدیم و خیلی گرونتر تموم میشه این مبادله ما با هندوستان. و ابتکاری که روسیه کرد الان داره پیش میبره و اگر بریکس هم یه پول منتشر بکنه که قطعا اون موقع دلار روی بحران واقعی رو برون میشه، اینه که میومد و یک صرافی های برای دو تا ارز درست میکرد و این دو تا ارز رو شناور میذاشت و از طریق این صرافی ها میومدن با ارزهای ملی خودشون مبادلاتشون رو انجام میدادن و به این شکل روسیه شروع کرد
و آقای پوتین شروع کرد و کارشناسای روسی شروع کردن، ابتدا با هندوستان، با چین، ابتدا با چین شروع کردن، الان دارن با هندوستان دنبال میکنن و داره گسترش پیدا میکنه. همین عامل بود جناب آقای رئیسی که باعث شد روسیه بتونه ارزش روبل رو این بار حفظ بکنه، به غیر از اینکه روبل رو گولد ریزرو کرد، یعنی با پشتیبانی طلا کرد، قبل از اینکه حتی این کارو بکنه ارزش روبل رو تونست روسیه تو با همچین تحریم‌های کاملا حفظ بکنه. اجازه نداد سرمایه از کشورش خارج بشه، اجازه نداد اقتصادش با دلار زیاد تماس داشته باشه و چرخ‌های اقتصادش بدون دلار داره میچرخه، و این تمهیداتی که آقای پوتین انجام داد باعث شد که اگر برگردیم به سال 2014 زمانی که کریمه به روسیه به اصطلاح پیوست و غربی ها روسیه رو تحریم کردن، سرزش روبل فرو باشید، ریش مثلا روبل فرو باشید، ولی این بار بعد از اینکه این تمهیدات رو روسا اجرا کردن، بعد روبل یه مقداری خب روزای اول ارزشش رو از دست داد و الان برگشته به قبل از تحریم، یعنی الان روبل هیچ آسیبی ندیده، مخصوصا سیاست فروش گاز با روبل که به نظر من اسرار رو برای مردم دنیا داره باز میکنه، که اگر کارشناسانی احتمالاً که حالا مدارکی دارن از دانشگاه غربی و اومدن و با پشتوانه و مدارکشون خواستن به کشورشون خیانت بکنن و دائم سعی کردن دلار ذخیره بکنن توی مردم و اون سیاستمدارایی که حالا کم کم آگاه شدن به اونا مقابله بکنن، خصوصا برای کشوری مثل ما که همیشه بحران داریم با آمریکایی ها، این باعث میشه که ما خیلی راحت اون نفتی که فروختیم رو با یه دونه امضا از دست بدیم، چون اسکناس که ذخیره نمی‌کنیم، باند ذخیره می‌کنیم و این باندها خیلی راحت میتونه چی بشه، قفل بشه توسط آمریکا، حالا دفعه دیگه یه جور دیگه برجام و پاره بکنن یا یکی اتفاق دیگه بیفته و کل ما اون ذخیره ارزشی که داریم یک شبه از دست بدیم. خب جناب آقای رئیسی بفرمایید. بله این اتفاقا همون اقداماتی که جمهوری اسلامی توی تحریم‌های سخت دوران ترامپ تجربه کرد الان به درد روسا میخوره و تقریبا درد مشترک، دشمن مشترک اگه اسم میشه بذاریم، و اینها همدیگه رو میتونن تکمیل کنن. البته در اونجا یک سری نظریه پردازانی هستن که خلاصه سعی میکنن برنامه‌ای بدن در دور زدن تحریم‌ها یا آلترناتیو درست بکنن برای مقابله. به عنوان مثال پیشنهادی که شده و اجرایی هم میشه احتمال زیاد، ملی کردن بخش‌های کلیدی اقتصاد و نظام بانکی. این الان چون مشکلات مشابه ما هم داریم، یکی از اهرم‌های فشار گلوبالیستا و خروج وحشتناک ارز از کشور از طریق سیستم های بانکی و اینا هست، که اون چهره معروف که نزدیک 2 میلیارد برداشت، کی اسمش بود؟ رئیس بانک بود و رفت. همین دو، ملی کردن بخش های کلیدی اقتصاد و نظام بانکی گام نخست، چون الان دولت ما هم دولتی هست که این تمایل دائما از خودش نشون میده. همین دیروز صحبت از مافیای دارو کرده، دارو به شدت رفته قیمتش بالا، حتی نه داروهای وارد شده بلکه داروهای تولید داخلی. صحبت از مافیای خودروسازی تو ایران داره میشه، یعنی تو مطبوعات ایران دولتی کردن اموال و دارایی های شرکت های خارجی که روسیه بلافاصله اقدام کرد، اینا که روسیه رو ترک کردن، تهدید کردن، ترک کردن. بنگاه‌های تولیدی و شبکه‌های تجاری فراریان، مرکز فنی و تدارکاتی اونها، در تأسیسات پذیرای عمومی و حوزه‌های خدماتی باید در راستای منافع مردم فعالیت بکنه. یعنی بین این مسئله سرمایه، انباش سرمایه، برای به صورت تأسیساتی، به صورت هرچی، ارتباط با عدالت اجتماعی داشته باشه، نه اینکه مردم کلا حذف بشن، نیروی با تولیدگر حذف بشه. یه رابطه بین کار و پیکار هست، یعنی
این نیروی پیکار اگر از پشتیبانی کار برخوردار نباشه، نیروی کار اون کشور امنیت نداره، یعنی ناامنه. به همین دلیل هم مطالب از این دست رو که زنجیره فقر رو باید از بین ببرن و انحصارات دولتی بر نوشیدنی های الکلی، تنباکو و اینا رو دو برابر کردن، یعنی تو این راستا که هم سلامت زایی رو بالا ببرم و هم مالیت مضاعف رو اینا بستم. احیای برنامه ریزی دولتی برای انجام یک مهم تشکیل کمیته های دولتی ضروری است و لازم فعالیت های اقتصادی در سطح ملی و بین بخش ها و بین بخشی در سطح کلی اولویت تعیین اولویت های کمیته برنامه ریزی دولتی جدید، یعنی این رو برنامه ریزی و مدیریتی که حساب کتاب داشته باشه. قبلا همچه نقشی رو سازمان برنامه بودجه تو ایران بازی میکرد که اونم در جهت اهداف استعماری بیشتر بود، ولی خود نفس قضیه که یه جایی باید مدیریت کنه، بودجه ها رو کنترل کنه، اختلاس ها دوران احمدی‌نژاد اومد تمام این چیز رو از بین برد. یه کنترلی هیچ کس بر پول ها نداشت و معلوم نیست این پول های عظیم دوران او چجوری مفقود شد، برای که هیچ نهاد دولتی کنترلی بر بودجه و بعد و چیزای از این دست نداشت. تضمین امنیت غذایی که روسیه تو این زمینه به نظر من خوب کار کرد دوران پوتین، الان تقریبا میشه گفت امنیت نسبی غذایی در بعض رو توجه ویژه به مجتمع های کشت سنه که مشکل بزرگ کشور ما تو این زمینه است که آمدن مجتمع های بزرگ کشت سنت مثل دشت مقان، مثل خوزستان، نشگه و رهواز رو همینطور حراج کردن، چوب حراج هستن بیشتدن، یعنی دزدی آشکار برشدان. خوشبختانه این نشگه رفت دفعه مالکیتش رو یا چیده که اتفاق افتاده بود پس گرفتن، لغو کردن، جلوش گرفتن. تضمین امنیت غذایی رو باید به قول معروف کشور ما داشته باشه در شرایطی که بحران‌های تشدید خواهد شد، یعنی این وضعیت اوکراین این نیست که ثابت بمونه و اینا، این مبارزه است برای جابجایی‌های بازی جهانی قدرته، یعنی یا باید غرب آمریکا بپذیره جهان به چند قانون است قدرت و یا ما مبارزه کنه با این، یعنی راه برگشتی توی زمینه برای روسا و چینی ها باقی نمانده. به خاطر همین هم است که اندیا و چینی ها و اینا هوای همدیگه رو دارن، میدونن بازی چی است و بازی صحبت از این است هژمونی کی است، هژمونی دست کی است، آیا جان تک قطبی است یا نه. طبیعتا هندوستان نمیخواد تک قطبی، آفریقای جنوبی نمیخواد، برزیل نمیخواد، آرژانتین نمیخواد، هیچ کشوری نمیخواد جان تک قطبی بشه، چون دوران تک قطبی رو توی 30 سال حداقل دیدن که چه بلایی سر کشورها میاد. بنا به هوس رئیس جمهور آمریکا میتونه یک کشور نابود بشه، همونطور که تصمیم گیری در مورد حمله به عراق توسط بلر و بوش توی چی میگن رنج، اون چی میگن باغ آقای بوش توی تگزاس تصمیم گرفت دو نفری، چون البته با حمایت اون بین این دو تا رو آوردن جلو که این پیاده رو این مسئله رو پیاده کنه. پشتشون بانک‌ها، کارخونه‌های تسلیحاتی، شرکت‌های نفتی اینا بودن، اوکی رو اونا دادن برای تصمیم ده. در صورت یکی دیگه از بطاریه که کشور ما باید بکنه رهایی از خودسری دلالا، ایجاد شبکه‌های دولتی عرصه مواد غذایی و کالاهای برد مصرف عمومی، فروش اونها با حداقل قیمت، ایجاد فرصت خرید از طریق دادن وام به وام بدون بهره و با کمک کارت‌های اجتماعی برای شهروندانی که در شرایط سخت به سر می‌برند. شرکت‌های داروسازی باید زیر نظارت کامل وزارت بهداشت قرار بگیره. سازماندهی کار اونها کاملا مطابق برنامه‌های درخواست دولت قطع مرحله به مرحله کشور از داروهای وارداتی باید باشه که حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم، نمیدونم اطلاعاتم چقدر درست است، بیش از 90% داروها در خود کشور درست میشه. من باید کنترلش شدید رو این مسئله دارو باشه، چون مسئله نه تنها از طریق مجرای دارو و اینها کلی ارز دزدی میشه، به خارج برده میشه، بلکه اصلا با سلامت مردم دارن بازی میکنن، این رو تبدیل به یک چیز دلالی کثیف دزدی کردن.
افزایش چشمی سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد از بودجه های دولتی و صندوق رفاه ملی و همینطور مکانیزم انتشار پول باید جهت هدفمندی وجوه به صنایع آینده دار، به صنایع اشتغالزا، به صنایعی که پایه صنعت ملی رو باید درست کنیم. بین این صنایع یک ارتباط ارگانیک وجود بیاره، همدیگه رو تکمیل بکنن، نه اینکه مثل جزیره‌های پراکنده هر کس راه خودش رو بره و الی آخر. این پدیده رو در روسیه تشخیص دادن و در این رابطه است میگم چیزای مشابه مال ما اگر میخوایم به توسعه ملی برسیم، تضمین نظارت دولت بر صادرات و واردات، این بسیار بسیار کلیدی که بتونیم ارز چقدر میره، چجوری میاد و کجا غرب میشه. جلوی دزدا، اختلاسگرا و پاکترین آدم ها باید تو این قسمت گذاشته بشن. افزایش توان رقابتی تولیدات داخلی، که اینجوری گرفتار نباشیم که ما اتومبیل سازی ما فاجعه است دیگه. رقابت در بد ساختن مثل این که توشون افتاده، چون میخوان جز هزینه تولید بیارن پایین، گرونتر بفروشن، جون مردم هم براشون مهم نیست. تعیین وظایف کلیدی بانک مرکزی برای ارتقاء رشد اقتصادی، تقویت مسئولیت بانک مرکزی در قبال نرخ برابری پول ملی و گسترش مسئله دفاع قابل اعتماد از امنیت شغلی کارگران به خصوص. وقتی که اون نیروی کار، ارتش کار، اردوی کار تو به قول معروف امنیت نداره، امنیت کشور به خطر میفته. و مطالبی از این دست در صورت توی روسیه یه چیز میکنم، جلوگیری به خصوص از خروج سرمایه های ملی، اعتراف به عضویت در سازمان، یعنی این سازمان تجارت جهانی و امثال هم، این به قول معروف مرگی برای کشورهایی که تولیدگر نیستن و بازار مصرف داخلی تبدیل میشه. برای کشورهایی که تولیدگرن، صادراتی هن، این میتونه مفید باشه، ولی برای کشوری که وارداتی است این سمه. مهمترین نقطه تمرکز حمایت از توسعه مناطق و این ناموزونی توسعه که الان مثلا یه جای کشور مناطق از کشور هستن هنوز توی شاید قول من رو عصر ما قبل سرمایه‌داری زندگی میکنن، یه سری جای تمرکز همش تو تهران شده و وحشتناک شده و این چیزی هست که به همبستگی ملی به شدت ضربه میزنه. مثلا مناطقی در بختیاری اینجوری هستن، واقعا وحشتناک چیز هستن. در سیستان بلوچستان هم تازگی ها دارن به خاطر این توسعه جاده ابریشم و جاده فلان اینا مورد توجه واقع شده. لذا حمایت از دانشگاه علوم و این به نظر من یه تصفیه حساب اساسی باید توی علوم انسانی در دانشگاه صورت بگیره و علم فیزیک، علم ریاضیات، شیمی، این علوم پایه پیوند بخوره با کارخونه، با تولید، یعنی منفک از هم نباشه که اونا چیز بکنن به صورت انتزاعی علم یاد بگیرن و هیچ پیوندی با تولید نداشته باشن. حمایت از کلکتیو ها، بنگاه های مردمی، لغو مسئله چی دارید؟ افزایش دو برابری حد دستمزدا، باید قدرت خرید رو ببرن بالا تو کارگرها و زحمتکشا تا صنایع داخلی هم مصرف کننده خودش داشته باشه. بدون این چجوری از فقط یه واردات میکنن برای بخش الیت طبقه متوسط مرفه، مثل که گردش پول ایران، نفت بفروشن، کالا وارد کنن برای طبقه متوسط بالای شهری و این چرخه اونم پولا رو جمع کنن توی بازی بردارن ببرن کانادا. در صورت حمایت از زبان و فرهنگ ملی که اینقدر مورد تاخت تاز دشمنان کشور قرار نگیره، این وحشتناکه. همین بلا رو تو اوکراین سر زبان روسی آوردن، همین میخوان توی زبان روسی چیکار بکنن، جنگ بندازن بین لهجه‌ها، بین به قول معروف چیزهای مختلف. این پدیده جزء پلان بزرگ جهانی گرایان است که یه قوم گرایی زبانی درست کنن و ملت‌ها رو به جون هم بندازن. تو روسیه خیلی روی کار کرده، تا همین حاصل کارش چندین ده ساله‌ای که توی اوکراین کردن، اینا این لهجه هست، این زبان اوکراینی، یه زبان روسی میفهمه، زبان روسه اوکراینی رو میفهمه. حالا اینا رو چنان به جون هم انداختن که به قولم شکاف به وجود بیارن بلا. و این پدیده توی زبان فارسی هم داره اتفاق میفته و
و در صورت باید بین اون تمدن فرهنگی ما یک دیالوگ عمیق تاریخی شکل بگیره، همونطور که بین اسلاف ها باید کار صورت بگیره، یعنی ما با تاجیکا، با افغان ها، یعنی تو مشهد الان پایتخت جهان اسلام است، درسته؟ ولی پایتخت شیعه است، کل جهان اسلام نیست. در کنار اون باید پایتخت تمدنی هم باشه، یعنی اونجا موزه داشته باشیم که این تاریخ رو بیان کنه، بقیرم هم دانشگاه داشته باشیم که بتونه این دانش از زمان رودکی در صورت پدر شعر فارسی، فردوسی پدر شعر فارسی، اینا بزرگترین چیزا رو خراسان داشته، خراسان بزرگ داشته، اینا رو باید چیز بکنیم تا بتونیم چیکار بکنیم انسجام فرهنگی منطقه ایمون رو روش بدیم. این پدیده است در صورت که توی روسیه الان دو دستور کاره و امیدوارم که توی ایران هم با استفاده از تجاربی که داره اونجا صورت بگیره، همونطور که اونا از تجارب ما در مقابل دور زدن تحریم ها و بسیار چیز، و این هم باید بفهمن که الان به ما چه مرد این ذهنیه، این پدیده جانیه، این غرب یه پاچه شده میخواد توسعه بده. حالا من وارد توری های ژئوپلیتیک نمیشم که از کجا از قرن چندم اتفاق افتاد، اوراسیا چگونه وجود داره، اینا ولکن نیستن. فکر نکنین بازی اوکراین رو و روسیه و غرب و اینا تمام شد دیگه همه خیالشون خواهد، ادامه خواهند داد. و همین دلیلم تو این شرایط بی تفاوت بودن یا جلوی این پیش روی رو نگرفتن، جلوی مقاومت نکنم، هر ملتی بازنده خواهد شد، تک تک موقع گیر میارن دیگه حریفشون نمیشه. ایران تنها، عربستان تنها، نمیفهم چین تنها، هند تنها، روسیه تنها، اونا برنده خواهد شد. نظر شما چیه دوست گرامی؟ مرسی جناب رئیس عزیز، خیلی مسائل گسترده است. فکر میکنم که اگر امکان داشته باشه اینو بذاریم برای جلسات بعد، مثلا خود دانشگاه شاید چند جلسه روزمش بشه صحبت کرد، مشکلاتی که دانشگاه ما داره از اول برعکس درست شده، یعنی ما داریم با کوچه خودمون برای غربی ها ریاضیدان، مهندس کادر درست میکنیم و چیزی گیر خودمون نمیاد از دانشگاه. یا حتی تو مسائل فرهنگی، یعنی کسی که وارد علوم انسانی میشه تمام تلاشش اینه که اون ریزه کار اگر کار بکنه، ریزه های خود فرهنگ های ما رو به زبان انگلیسی برگردونه و ببره توی کتابخونه های آمریکا یا انگلستان اونجا بذاره، که اگه یه روزی احتیاج خواستن بین ما اختلاف بندازن کاملا دستشون پر باشه ازش تقریبا. و بعد خود مسئله توسعه که یه پلن توسعه باید کشور داشته باشه، اونم من فکر می‌کنم شاید اگر 10 جلسه هم راجع بهش صحبت کنیم خیلی کم باشه. من خودم چون تخصصم توی توسعه است، فکر می‌کنم که برای ایران ما باید یک صنایع رو کنار دریا ببریم، خصوصا شرق کشور کنار دریا، سمت سیستان و بلوچستان کنار دریا، و از اون منابع دریایی، حتی منابع غذایی دریایی استفاده کنیم که نمیتونیم استفاده بکنیم، که بتونیم کالاهامون رو قیمت خیلی رقابتی تر به اون اکومانیا، اگر بگم اون کانونهای جمعیتی که مصرف کنندن بفرست، مثل هندوستان، مثل چین و مثل کشورهایی که حالا توی هندوچین هست با فاصله خیلی کوتاه، یا همون پاکستان هم یا از راه دریایی خیلی راحت با هزینه خیلی کمتر بتونیم بفرستیم و محیط زیستمون هم اینجوری خیلی سالمتر میمونه. اینکه مثلا بیایم بغل میانکاله بخوایم یه دونه پتروشیمی بزنیم به عنوان عدالت منطقه‌ای، که این طرح متاسفانه زمان رژیم گذشته شروع شد و تا امروز هم ادامه داره، یعنی بدون اینکه منطق اقتصادی رو و ایجاد یک پالایشگاه یک کارخونه ما در نظر بگیریم، میایم و بر مبنای عدالت میایم کارخونه میزنیم که این متاسفانه کار نمیکنه. یعنی
ممکنه یه جایی پتروشیمی باشه که هزینه حمل و نقلش و قیمت تموم شده موادش و مسائل محیط زیستیش قیمت رو خیلی بالا ببره، اصلا اون رو غیر اقتصادی بکنه. ولی مدل چین که یک ابرشهری بود یه به اصطلاح جنوب چین درست کرد، یک ابرشهر 450 میلیون نفری رو، مدل موفقی و عموما شهرهایی که کنار دریا ساخته میشن یا مجتمعهایی که کنار دریا ساخته شدن به خاطر اون مزیتی که دارن قابلیت روش هم داره. اون روند نزدیک کردن اقوام مختلف کشورمون به همدیگه که البته نزدیک هم هستن، چند هزار سال تاریخ دارن با هم زندگی کردن، اون هم بهتر انجام میشه. یعنی وقتی که نیروی کار مهاجرت بکنه توی اون منطقه بهتر با هم جوش میخورن یا یک دیگه مضابی وجود میاد توی اون منطقه. متاسفانه این سیاست جلو نرفته. یه بحث خیلی گسترده است جناب آقای رئیسی و میتربه که راجبش خیلی صحبت بشه. راجبه اون نکته خیلی جالبی که شما اشاره کردین که همیشه غربی ها سعی میکنن وقتی با دیگران روبرو میشن این دیگران تیکه تیکه بکنن، هر چقدر هم هزینه داشته باشه، و این کارو با ما هم دارن میکنن با تمام تلاششون و استراتژیشون اینه. و من که مثلا 10-15 سال رادیو فردا رو دنبال میکنم و تک تک اخبارشون میبینم، این سیاست رو خیلی به وضوح میبینم. حالا سایر رسانه هاشون هم همینطور و این سیاست رو دارن ادامه میدن و دنبال تو مذاکرات حقوق بشری که با جمهوری اسلامی دارن به ویژه اروپایی ها تو مسائل قومی خیلی تاکید دارن و این رو جلو میبرن تا اونجایی که میخوان میتونن، میخوان به اصطلاح کشورهای دیگر رو تیکه تیکه بکنن که کوچیک بشن و اگر هم اختلاف با هم داشته باشن راه برای قارت اینها هموار میشه. حالا شرکت‌های خودشون رو هر روز بزرگتر میکنن و کشورهای دیگر رو سعی میکنن کوچیکتر بکنن. بین خودشون شرکت‌ها یک بارچگی ایجاد میشه و سعی میکنن دولت‌ها رو بشونن به هر قیمتی. حالا تفاوت نمیکنه موقعیت جغرافیایی یک دولت کجا باشه. یکی از ویژگی‌های جهانی کردن نئولیبرال اینه که شرکت‌ها رو بزرگ می‌کنه، دولت‌ها رو سعی می‌کنه کوچیک بکنه، سعی می‌کنه البته کوچیک بکنه و خرد بکنه که خیلی راحت بتونه دسترسی به منابع داشته باشه. دیگه سوالتون چی بود جناب رئیسی؟ فراموش کردم. البته با محدودیت وقتم روبرو هستی، همین چیزی کردم. آخرین مطلبی که گفتی جالب بود. مثلا ایلان ماسک این ثروتش به اندازه چندین کشوره. و بعدش جالب اینجاست در رابطه با بحثتون هم هست که مواد اولیه باتری های ماشین ها رو چیز کردی که روسیه چیز داره. یعنی آلمان اینقدر ذلیل شده که قدرت دفاع از صنایعش هم نداره، در صورت همه میدونن که صنعت اتومبیل سازی آلمان حرف اول رو میزنه تو دنیا. در رابطه با همین ماشین برقی تسلا آمده تو خود برلین، همین اطراف برلین، تازگی هم بعد از این که این حکومت ذلیل اومده رو کار، کارخونه زد و جهشی سهامش رفته بالا. این بزرگترین سم رو بردن در مقابل BMW، بنز، اینا داشتن آروم چیز میکنن برقی میکردن یا پورشه داشت برقی میشد. یعنی خودشون هم میدونن از چین عقبه، ولی اومدن یه دشمن آوردن وسط خاک خودشون گذاشتن که بازار داخلی اتومبیل آلمان رو میخوره. چون این اتومبیل ها هر کس تونست، هر شرکتی، هر چیزی تونست تا 2030 برقی کنه و از حالت هیدروکربونی خارج کنه، بازی رو میبره، بازی جهانی رو میبره. بخاطر این چینی ها الان بزرگترین تولید کننده چی هست؟ صنایع اتومبیل برقی هستن. مثلا تعداد شارژرهای خیابانی پکن اینقدر زیاده که اصلا برلین به پاش نمیرسه، که مثلا در خیابانی کم زیاد شد. حالا با توجه به این اوضاع، در صورت با توجه به محدودیت وقت، اینا رو که گفتی بسیار خوب است که اینا رو ما سعی میکنیم یک شنبه ها با هم برنامه های مفصلی داشته باشیم. امیدوارم که شنوندگان راضی باشن، فکر میکنم راضی باشن، فکر میکنم با شناختی که دارم.
و این بحثا را با کمک هم پیش میبریم. یعنی مسئله توسعه ایران کلیدی ترین است. چه کار کنیم که این توسعه عدالت محور باشه؟ یعنی نه اینکه حالا برای توسعه پیدا کنیم یه مش لاشخور سرمایه داری لاشخور اسمش رو بذاریم، آرتگر دوست، این خود سرمایه داری ملی یه بحث رشد بکنه، برای سرمایه داری غارتگر اینا که پول درو پارو کنن، پا روی طبقه کارگر بذارن، از جیب اونا بدوزن، از به قول معروف خلقو بچه هاشون در بیارن، جمع بکنن، بردارن ببرن کانادا و اون بازی ها یا آمریکا یا جای دیگه. یعنی چه باید کرد که این توسعه ملی، توسعه صنعتی کشور، توسعه در زمینه کشاورزی، در زمینه دفاعی، در همه زمینه ها طوری باشه که مردم هم احساس خوبی داشته باشن، احساس امنیت شغلی داشته باشن، امنیت پزشکی، امنیت بهداشتی داشته باشن، امنیت غذایی داشته باشن و امید در جامعه رشد بکنه. همین چیزایی که شما فرمودین در رابطه با این رادیوهای خارجی دائما میخوان مردم رو ناامید کنن، تخم یأس رو سیاه نمایی کنن، ویرانگری، یعنی طوری چیز میکنن که انگاری هفته دیگه ایران اصلا کم فیکو میشه، نابود میشه. این ذهنیت موقت زیستن رو تو مردم دامن دامن میزنن، یعنی از امروز تا فردا، از این ستون تا ستون. یعنی کسی که موقت فکر کنه، یعنی یه هفته خودش رو موقت ببینه، هیچ به فکر بلند مدت فکر کردن دراز مدت. چینی ها وحشتناک دراز مدت فکر کنن، هم دولتی هاش هم مردمش، 20 ساله پلان، 15 ساله پلان، 5 ساله، همه پلاناش موفق میشه. وقتی که میگه برای 5 سال آینده باید فرق زدای کامل بشه میکنه، باید جنگرا ده برابر بشه میتونن انجام، این برنامه ریزی میکنن انجام میدن. ولی تو کشور ما متاسفانه ایده های خوب هم اینا میتونن تبدیل بکنن به چیزای بد. در صورت اگر اجازه بدی با توجه به طولانی شدن برنامه، این برنامه رو با هم امروز پیش ببریم، یعنی به پایان برسونیم و منتظر برنامه های بعد باشیم. به شما امیدوارم، مشکلات تکنیکی هم داشتیم امروز، عذرخواهی میکنم از عزیزان و امیدوارم کمتر داشته باشیم و با کمک شما ما بتونیم هم برای مشکلات تکنیکیمون هم تا اونجا که ممکنه غلبه بکنیم و صدایی باشه در خدمت امنیت کشور، در خدمت توسعه کشور، در خدمت رشد فرهنگ کشور و در خدمت انسان ایرانی که با انسان جهانی هم تقابل نداره. این حیوانات بین المللی رو من نمیگم، اینها دشمنان بشریت هستن. یعنی همونقدر که این به قول چیزا اصل فروشا دشمنی میکنن با کودکان دنیا، میکشن با مردم آمریکا، فکر نکن که خوبن، اونجا هم وضعشون جالب نیست و از همین وضعیتی که الان مسابقه تسلیحاتی که هر که بیشتر بودجه بذاره هزینش مردم آلمان، مردم سوئد، مردم اینا، یک هیولای به نام دیو مسکو درست کردن. او دیو مسکو با 60 میلیارد دلار چیکار میتونه بکنه؟ شما خجالت بکشید، این دیگه واقعا برای من عجیبه. یعنی یک کسی چاقو تو دستشه، یک کسی 10 تا مسلسل گرفته این ور و ور اینا، بعد میگی چاقو من ترسونده. آخه با عقلم خوب چیزی، عقلشون هم از دست دادن و خود جامعه رو به بیعقلی سوق دارن میدن هستن. نه دستان دو تا چهار تاست دیگه. در صورت سپاسگزارم ازت، اگر سخنی دارید در خدمتتون هستم و از دوستان خداحافظی بکنید. بفرم. خدا نگهدار شما و نوعی عزیزتون جناب رئیسی. امیدوارم که هفته دیگه برنامه خوب داشته باشیم. من از حضورتون خداحافظی می‌کنم. موفق باشیم و امیدوارم که بتونیم برای مشکلات فنی هم غلبه کنیم که باعث آزردگی عزیزان و دوستان شنوندگان نشه. پیروز و سربلند باشیم. موفق باشیم.